از برادر خطاب کردن یک بار دیگر طالبان تا اعلام جنگ در برابر طالبان خارجی. رئیس جمهور کرزایی که برای دیدار با خانواده قربانیان رویداد فرا بین ولایت رفته است میگوید که حکومت افغانستان با طالبان افغان صلح میکند و با طالبان خارجی میجنگد. در چهارشنبه هفته پیش حمله ای که به ساختمان دادگاه ولایت فرا صورت گرفت بیش از 50 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. باز هم سوال اساسی این است که صلح با طالبان داخلی ممکن خواهد بود؟ در کنکاش امشب به این موضوع می‌پردازیم، اما در نخست گزارش از همکار. ما صلح می‌خواهیم به هر قیمتی که باشد. این جمله را رئیس جمهور کرزای در دیدارش با خانواده‌های قربانیان رویداد فراه گفت. همزمان با رسیدن رئیس جمهور کرزای به فراه، دو موشک به بخش‌های شمالی این شهر پرتاب شدند، اما تلفاتی به بار نیاوردند. با این همه رئیس جمهور بار دیگر طالبان را برادر خطاب کرد و تاکید ورزید که دولت افغانستان با آن طالبانی که افغان هستند صلح می کند، اما با طالبانی که خارجی هستند مبارزه جدی خواهد کرد. همه مشکلات و بدبختی های موجود افغان ها برخواسته از مداخله های همسایگان نزدیک و کشورهای دور می باشد. افغان ها پس از تفکیک با طالبان افغانی که از خود ماست صلح می نمایند، اما در برابر طالبان بیرون مرزی مبارزه کرده و آنها را از خود و کشور خود دور می کنند. باید بگویم که رویداد فراه بی پاسخ نخواهد ماند. رئیس جمهور کرزای در حالی که از بررسی ها درباره این رویداد سخن می گفت، تاکید ورزید که اوضاع کنونی نابسامان در افغانستان حاصل مداخله های کشورهای همسایه و کشورهای دور است، اما رئیس جمهور از هیچ کشوری نام نبرد. برای خانواده های قربانیان و زخمیان این رویداد کمک های لازم خواهد شد و به هر چیزی که نیاز داشته باشند برای آنها آماده خواهد شد. رئیس جمهور کرزای به خانواده های قربانیان وعده کمک داد و گفت که برای فرزندان این قربانیان زمینه های آموزش را نیز فراهم خواهد ساخت. صبح روز چهارشنبه 9 مهاجم مسلح بر ساختمان دادگاه استیناف ولایت فراه و چند ساختمان دیگر دولتی حمله کردند. در آن حمله 4 پلیس، 6 سرباز ارتش ملی، 34 غیر نظامی، شماری از دادستانان دادگاه استیناف ولایت فراه، شماری از قاضیان و 9 حمله کننده کشته شدند و نیز 100 تن دیگر به شمول نیروهای امنیتی، کارمندان دولتی، دانش آموزان و غیر نظامیان زخم برداشتند. در همین حال طالبان مسئولیت این حمله را پذیرفتند. با کنکاش امشب خوش آمدید. مهمانان ما در این بس آقایان گل احمد اعظمی، عضو مجلس سنا، معین مرستیال، معاون حزب حق و عدالت و اسدالله سعادتی، عضو مجلس نمایندگان هستند. بسیار زود خوش آمدید. آقای اعظمی، با شما آغاز میکنم. شما که رئیس جمهور امروز به ولایت فرای امرایی میکردین، آیا واقعا فکر میکنین که مردم فرا نیاز به چنین حرفایی داشت که رئیس جمهور مطرح کرد؟ به نام خداوند بزرگ، با عرض سلام خدمت شما میهمانای عزیز و بیننده‌های تلویزیون. در ولایت فرا به روز چهارشنبه، طوری که از طریق رسانه ها همه مردم افغانستان خبر دارند، بسیار یک حادثه دلخراش، حادثه تکان دهنده رخ داد. اضافه از 50 نفر از هموطنان ما و شما شهید شد، اضافه از 100 نفر زخمی شد. ای به شهر مثل فراوری که تو یک حادثه را در عمر ندیده بود بسیار تکان دهنده بود. بعد سری عزیز که سفر جناب رئیس جمهور به ارتباط که غمشریکی بود و دیدار با خود اقارب و بازماندگای عزیز شهدا و زخمی ها بود، اعضای شورای ملی هم رفت. قبل از او هم یک آیت را خود حکومت توصیف کرده بود، جناب رئیس به عمومی ارگانهای محل فرئیس، خود وزیر صحت و همچنان معین امنیتی که اونجا رفتن به روز پنجشنبه، خود فرئیس مردم تشویق به ای که آرامش خود حفظ کنه. خیلی سپاس. به شما برمیگردیم چون صدایتون مشکل داره. آقای سعادتی، واقعا حرفایی را که رئیس جمهور مطرح کردن در سفر خود به ولایت فرا، موافق هستین با این حرفا؟ و زمانی که در یک حمله بیش از 50 تن کشته میشن و 100 تن دیگه هم زخمی میشن، این مردم نیازمند چنین حرفایی است؟
تشکر. من بنابرای خود سلام میگم خدمت بینندگان محترم و مهمانان عزیز. در مجموع سیاست افغانستان و سیاست رئیس جمهور و ادبیات سیاسی که در قبال طالبان به کار میره مستلزم یک نقد جدی و یک تأمل جدی است. هنوز هم دولت افغانستان پاسخ نگفته، روشن نساخته برای مردم افغانستان که در پشت این نوع ادبیات و این گونه برخورد کردن با مسئله چی رازی نهفته است، هدف چیست. ببینین، رئیس جمهور میگه که ما با طالبان داخلی صلح میکنیم، با طالبان خارجی میجنگیم. در قدم اول یک گپ درستی هست، واضح است که در برابر خارجی ها اگر تجاوز بکنه جنگ میکنن هر کشوری، ولی اگر دقت شود پشت قضیه را ما بخواهیم بشکافیم، این در واقع همان روی دیگری از سکه هست که علمای پاکستان در برابر افغانستان مطرح میکرد چند قبل. اونا هم میگه که ما در پاکستان جهاد نداریم، همین طالبای پاکستانی میگه، ولی در افغانستان جهاد داریم. افغانستان هم مطرح میکنه که ما با طالبای افغانستانی مشکل نداریم، با طالبان پاکستانی مشکل داریم. پس فکر میکنین که رئیس جمهور با مطرح کردن چنین حرفی چه هدفی را دنبال میکنه؟ شما هم به این نکته اشاره کردین که رئیس جمهور میگن که با طالبان داخلی صلح میکنن و با طالبان خارجی میجنگن. من همین نکته را میخواستم کمی باز کنم. هدفش مشکل است که من بتونم روی هدفش تبصره بکنم. مرز کردم که اونا تانوس توضیح نداد. بس است که سوال اصلی است که این نوع حملات را و همچنین خود حمله فرار کی انجام داده، مجریش کیست، کی به عهده گرفته؟ جواب روشن است که طالبان. حالا فکر نمیکنین زمانی که رئیس جمهور این نکته را مطرح میکنه برداشتش این است که این حمله را طالبان خارجی انجام داده؟ بله، ممکن است برداشت رئیس جمهور این باشد، اما مشکل در اینجا است که خود طالبان داخلی نه تنها حمله فرار، بلکه ده ها حمله نظیر حمله فرار را خودشان از طریق رسانه ها، سخنگوی رسمیشان که از افغانستان هستند، رهبری طالبان که از افغانستان هستند، اینا به عهده میگیره. وقتی سخنگویان طالبان افغانستان این حملات را به عهده میگیره، ما ماندیم که آیا واقعا به سخنان سخنگویان طالبان باور کنیم یا به سخنگویان دولت افغانستان. حالا که این مسئولیت را همچنان که شما اشاره کردین سخنگوی طالبان به عهده گرفتن، گفتن که این حمله را اونا انجام دادن، میشه دوباره پردازین به هدفی که رئیس جمهور در پی این حرفا دارن؟ من عرض کردم که مشکل است، هدف قابل درک نیست، حداقل برای ما هدف قابل درک نیست. تا هنوز ما وقتی میگم باید نقد شود، نتایج این نوع موضع‌گیری ها و این نوع ادبیات سیاسی بیشتر به نفع طالبان منتهی شده، حداقل در افکار عمومی، و به ضرر دولت افغانستان منجر شده. از یک طرف یک مجموعه در حال جنگ است و حملات را انجام میده، از طرف دیگر این طرف هرگز قبول نداره و گاهی اوقات میگه که صدای تانو بکشین بگوین که ما انجام ندادیم، در حالی که اونا برعکس صدا میکشه که ما انجام دادیم. این که اصلا بر ما قابل درک نیست و از دید ما یک سیاستی کاملا نادرست است، سیاستی هست که تا هنوز پاسخ نداده. اما آقای سایتی بسیار کوتاه اگر اشاره کنین، این را رب دادین به دیدگاه رئیس شورای علمای پاکستان، یعنی چطور شما این را رب دادین به حرفایی را که آنها مطرح کردن؟ از لحاظ یعنی شباهت های در ادبیات وجود داره، بس این نیست که این دوتا با هم واقعا رابطه داره، رابطه نداره. شباهت یعنی شما میخواین بگوین که بله، این رئیس جمهور میخواد توجیه کنه عملات طالبان داخلی؟ این ادبیات در واقع ادبیاتی است که از دید ما واقعیت ها را نمیخواد بیان بکنه. وقتی از پاکستان هم مطرح میشه که طالبان پاکستانی اعلان میکنه که ما در افغانستان جهاد داریم ولی در پاکستان جهاد نداریم، باز هم نتیجهش این است که ما میفهمیم که نمیخواد واقعیت را بیان بکنه و با یک دید سیاسی و با یک هدف سیاسی میخواد که به هر حال افغانستان را تصرف کنه. اما وقتی که از جانب افغانستان هم مطرح میشه، در واقع یک خلط مبحثی است که افکار عمومی را منحرف بکنه، به جای دیگه بکشانه، و باز هم واقعیت در اینجا پنهان میمانه. ممنون آقای عظمی، میشه حالا شما دیدگاهتان را مطرح کنید؟ ما میخواستم راجع به سفر امروز خود یادآوری کنم به ولایت فرا،
که رئیس جمهور افغانستان با جمعی از اعضای کابینه و اعضای شورای ملی که نماینده فرا در مشران جرگه و ولسی جرگه است و به فرا رفتیم. قبل از او هم یک آیت توضیف شده بود، خود رئیس عمومی ارگانهای محل فرئیس مردم روز پنجشنبه با آرامش فرا خواند که آرامش خود حفظ کنند. این واقعا یک توطئه بود که هدف رئیس جمهور از سفر کاملا واضح بود، چنانکه شما در نخست اشاره کردین که رئیس جمهور افغانستان دیدار یا هدفی داشتن که بتونن ببینن قربانیان بازماندهای قربانیان حادثه را. عرفای را که رئیس جمهور مطرح کرد ای نیازمند بحث داره یا نیاز به بحث داره. چقدر فکر میکنین واقعا زمانی که در یک حمله بیش از 50 تن کشته میشه و بیش از 100 تن زخمی میشه، مردم فرا نیاز به چنین حرفایی داره که رئیس جمهور امروز مطرح کرد؟ نقص عمده ای که اصلا به این تلفات کلی که رخ داد به ولایت فرا به روز چهارشنبه، همین به خاطر بررسی همین واقعه، به خاطر غمشریکی ما اعضای شورای ملی همراه رئیس جمهور رفتیم، اعضای کابینه، خود رئیس ارگانهای محل و دیگه کلانهایی که از فرا در مرکز بودن. بحث سری از ایست که مردم فرا تقاضا را داشتن که عاملین از این کسایی که غفلت کردن در اجرای وظیفه، سهلنگاری کردن و به عقیده ما این غفلت نیکه حتی جنایت کردن، وقتی که 50 نفر شهید میشه، 100 نفر زخمی میشه، به این ارتباط واقعا باید افراد و اشخاص مشخص شود که کی مقصر است. شما فکر میکنید که سازماندهی میکنه عوامل این رویداد کی ها بودن؟ بدون شک دست خود استخبارات منطقه است، استخبارات کشورهای همسایه به این نقش عمده داره، سازماندهی از اونجا شده. اما نقش مسئولین امنیتی ما، نقش رهبری ولایت ما چی بود؟ اما مشخصا اگر توجه داشته باشیم روی حرف رئیس جمهوری افغانستان، این کار طالبان داخلی بوده یا خارجی؟ من میخواستم به این ارتباط یک چیز یادآوری کنم. همه قسمی که در داخل دولت افغانستان افراد و اشخاصی هست که صلح را نمیخوان، صلح را به ضرر خود میدانن، در داخل طالبان هم گروپ های مشخصی وجود داره. دقیقا و یک تعداد از طالبا علاقمند به صلح هستند، دیگه جنگ خسته شدن و جنگ نمیخوان، ایره درک کردن که افغانستان راه حل نظامی نداره، اما هستن علاقاتی که وابسته به استخبارات کشورهای منطقه است، اونا جنگ دامن میزنن. کمی خود عمل کرده که در فرا صورت گرفتم یکی از این نمونه ها بود. بله، حالا که شما فکر میکنین که کاری که صورت گرفت یا حمله ای که صورت گرفت کار استخبارات منطقه بود، شما بیشتر ربطش میتین برای پاکستان، اما توسط کیهای این حمله صورت گرفته؟ توسط طالبان داخلی یا توسط طالبان خارجی؟ خب شما میفهمین که تماما مطرح میکنن که تمام طالب ها، مخصوصا طالب هایی که در افغانستان مصروف جنگ هستن، از جانب سازمان استخباراتی پاکستان حمایت میشن. اولا هر ضربی که به حکومت افغانستان یا حملات انتحاری که صورت میگیره، حملات مسلحانه که از طرف اپوزیسیون یا طالبای حزب اسلامی صورت میگیره، طالبا به عهده میگیرن، اگر به او داخلی هستن اگر خارجی ها. بحث سری از ایست که این کار تنها طالبای افغانی کرده نمیتونه، این هزینه میخه، این امکانات مادی میخه، امکانات تکنیکی میخه. دقیقا که طالبای بیرونی هم به این نقش داره و سازمان‌های استخباراتی منطقه به این نقش داره، اما ضعف نیروهای امنیتی ما چیست؟ ضعف شورای نظامی ما به ولایت چیست؟ نتونستن که جلوگیری کنن از این عمل، عمل وحشیانه که 50 نفر شهید شود و 100 نفر زخمی شود. که شما البته رئیس جمهور افغانستان میخواه با اون نام مذاکره کنن، باز چطور توقع دارین که نیروهای امنیتی افغانستان هم بتونن کاری انجام بدن؟ مذاکره ختم هر جنگ صلح است. افغانستان متعلق به تمام افغان هاست و افغانستان مطلقا راه حل نظامی را نداره. مذاکره درست است، ضرور است، اما با یک قوت. ما باید فشار قوی را، هم فشار و هم مذاکره. حالا میخوایم بسیار کوتاه اگر اشاره کنین که موافق حرف رئیس جمهور هستین که میخواین با طالبان داخلی مذاکره کنن و با طالبان خارجی حکومت افغانستان بجنگ. به هر صورت ما هم می نیستیم نماینده مردم، صلح را می خواهیم. صلح که تمام دستاوردهای 11 سال ما حفظ باشه، این جنگ و بدبختی و مصیبت. شما برین به اطراف و اکناف، اما امیان ما با فرا رفتیم. صلح
از کدام را تامین میشن؟ شما چندین سال است که رئیس جمهور افغانستان دمی از مذاکره و صلح میزنه. پاسخ کاملا به گونه ای بوده که شما شاهدش در فرا بودین. واقعا با این رویکرد میشه صلح آورد و میشه توجیه کرد که اگر ما صلح را در پیش بگیریم دیگر چنین حملات صورت نمیگیره؟ صلح در افغانستان تنها بود داخلی نداره، بود منطقوی داره، بود بین المللی داره. نقش جامعه جهانی بسیار مؤثر است. تا ایالات متحده آمریکا و هم پیمانان از او سر پاکستان فشار نبیاره، هرگز تنها نمیشه به حرفای رئیس جمهور صلح بیایه. و خود پاکستان هم میخوایم امیر اگر مشخصا اشاره کنین که رئیس جمهور بگوین که صلح میخواین و در پاسخ چنین حمله ای را شاید باشن، ای سرنوشتش چی میشه؟ آیا آنچه را که رئیس جمهور میخواه به نتیجه میرسه؟ ما باید تفکیک کنیم طالبایی که صلح میخوان، طالبایی که دست به جنگ میزنن. اگر ما همه را بکوبیم هم نادرست است، و اگر با همه هم مصالحه و مذاکره کنیم، کسایی که دستش و خون مردم افغانستان آغشته است او هم نادرست است. دقیقا باید تفکیک شوه. با کسایی که صلح میخواه صلح کنیم، کسایی که قوت نظامی برای از او با کار است باید کوبیده شوه. مرسیال، شما چقدر موافق حرفای رئیس جمهور هستین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام به دوستای دور میز و بینندگان تلویزیون، متاسفانه حکومت افغانستان در مجموع دولت افغانستان در رابطه به قضایای صلح و جنگ تا اکنون یک سیاست مدون نداشته، و همین علت است که از استیج های مختلف حکومت افغانستان در رابطه با قضیه صلح و جنگ برخورد میکنه که یکی از کمبودی ها در سیاست صلح و جنگ افغانستان با مخالفین مصالح دولت افغانستان است. چیزی که رئیس جمهور افغانستان گفت که ما با طالب های افغانی صلح می کنم و با خارجی ها جنگ، یک واقعیت است که خارجی ها وقتی که حمله می کنند به افغانستان این تجاوز است و جواب تجاوز جنگ است و کوبیدن در برابر از اونا با مشتای آهنینی مردم است. اما یک چیز زمانی که خب اگر رئیس جمهور افغانستان فکر می کنه که حمله ولایت فرا کار طالبان خارجی بوده، آقای سادتی اشاره کردن که ما چندین حمله را شاهدش بودیم که طالبان داخلی انجام دادن. واسه میشه چنین حرف را مطرح کرد؟ ما میم وقتی که موضوع طالب خارجی و داخلی مطرح میشه، ما در طالب هایی که به نام افغان یاد میشه هم حلقات مشخصی را داریم که اینا افغان ها هستن، لیکن اینا وابسته به حلقات استخباراتی منطقه است. وقتی که وابسته به حلقات استخباراتی منطقه شد، اینا اهداف مشخص امو حلقات میخواد در افغانستان عملی بسازه. او را هم ما نمیتونیم که باز در صورت ما طالبای افغانی بگوییم، برای که او حلقه به گوش یک حلقه بیرونی در منطقه شده، بنابراین او هم افغان است. در برابر از او هم باید جنگ وجود داشته باشه. یک بخش از این گروگانان است نزد حلقات منطقه. فکر میکنین رئیس جمهور این حرف را نمیدانه، در حالی که خودشان بارها مطرح کردند که افغانستان قربانی است و لانه های هراس افغانی در خارج از افغانستان است و از اونجا تمویل میشن؟ اگر میدونه بعد این گونه حرف مطرح کردن چه سودی داره؟ ما قبلا هم گفتم که همیشه متاسفانه حکومت افغانستان از استیج بسیار ضعیف در قضایای صلح و جنگ برخورد کرده. هم رئیس جمهوری افغانستان میدونه که پناهگاه های مخالفین مصالح دولت افغانستان و تروریست ها در بیرون از سرحدات افغانستان است. هم دنیا و هم ما افغان ها و هم حلقاتی که اینا رو تربیه میکنن این واضح است و روشن است. هیچ سوالی در رابطه وجود نداره. اما ما فکر میکنم رئیس جمهوری افغانستان هدف را که در اینجا داشت صرف به خاطر ازی بود که چطور احساسات مردم فرار ای فرو برشانه. وقتی خوبی را اشاره کردیم، این احساسات فرو نشاندن مردم فرار نیازمند چنین حرفایی بودن که رئیس جمهور مطرح کرد؟ مردم فرار نیازمند فرو نشاندن خشمشان و احساساتشان بودن، اما آنچه که رئیس جمهوری افغانستان گفت نه، مردم فرار قاتلین و عاملین قضایای خود میخواین، اطفالشان، برادرایشان، کلانای فامیلشان، اینا از بین رفتن، به شهادت رسیدن. حالا رئیس جمهور هم آقای مرسیال گفتن که این حمله را پیگیری میکنن. اگر ثابت شود که کار طالبان افغانی است یا طالبان داخلی، اینجا رئیس جمهور افغانستان حرفی را که مطرح کرده واقعا بیجا نبوده؟
حوادثی که مثل ازی در سایر نقاط افغانستان با وقوع پیوسته همچو اظهارات را زعامت افغانستان و حکومت افغانستان برای مردم مناطقشان داشتن لیکن هیچ درد مردم دوا نکرد. من فکر میکنم بعد از ای که اعضای فامیل خانواده ها از بین میره این 50,000 افغانی برای یک مریض و 100,000 افغانی برای کسی که طفلش و خانوادهش و کلانش از دست داده هیچ درد زور دوا نمیکنه تا زمانی که عامل این قضیه را حکومت افغانستان گرفتار نکنه. من فکر میکنم گپ رئیس جمهور باید اینی بود که ما قاتلین برادرای شما را و خانواده های شما را میگیرم با اونا همچو عملی که با شما شده با اونا انجام میدم. اما در برابر متاسفانه خب اگر ثابت شود که این را طالبان داخلی کرده پس با مو برادرهایی که رئیس جمهور افغانستان خطاب میکنه اونها دست به چنین کاری زدن، واقعا این گونه میشه برخورد کرد که برای بازمانده های قربانیان وعده همکاری کرد و از اون طرف کسانی که دست به چنین کار زد اونا را برادر خواهد؟ صرف سفر رئیس جمهور با هیئتی که در اوجه بوده به خاطر از این بوده که کمک را به اون مردم انجام بده، یک به خاطر از این که خشم و احساسات از اونا را فرو بنشانه و دوم این که برای مردم فرا و افغانستان نشان بده که رئیس جمهور در این تو حوادث با شما است. اما در کجا با مردم افغانستان بوده؟ به صدها حادثه اموتر بوده، در کجا طفلای این قربانیان اموتر حوادث اینا ساحی تعلیمشان اونا فراهم ساختن که امروز برای زینا وعده میده که ما برای شما برای اطفالتان صحی تعلیم و تربیت و صحتتان آماده میسازم؟ صرف به خاطر ازی بوده در پهلوی ازی که ای میخواسته که احساساتشان فرو بنشانه، یک احساس نشان دادن یک احساسات همدردی با رئیس جمهور بوده. اما ما به این موافق نیستم که با وجود ازی که طفل ازی پدر ازی برادر ازی در اوج به شهادت میرسه و ای برش میگه که او کسی که تو را کشته و قاتل تو است او برادر ما است، در این حالت ای ضرور نبود. بله ما طرفدار صلح هستیم. شما آقای مرستیل شاید هستین که حمله فرا پس از سخنان رئیس جمهور در مورد نامزدی مولا محمد عمر رهبر طالبان در انتخابات ریاست جمهوری بود. بعضی ها در صفحه های اجتماعی اینطور نوشتن که مولا عمر مبارزات انتخاباتی خود را با این حمله آغاز کرد. چه زمان دیدگاه رئیس جمهور تغییر میکنه؟ باز هم شما شاید بودین که در این سفر هم گفتن که ما صلح میخواهیم با طالبان داخلی. از نظر ما صلح برای افغانستان از نظر یک شخص چی رئیس جمهور باشه چی در یک مقام دیگه باشه آورده نمیشه و این تامین شده نمیتونه. صلح مردم افغانستان صلح این کار مردم افغانستان است. مردم افغانستان در این رابطه باید با مخالفین مسلح اینا کار بکنن، نه اینکه زعامت به حیث یک فرد. این خواست مردم افغانستان است. او مکانیزم را او طریقی را که مردم افغانستان برای صلح می خواهد حکومت افغانستان و دولت افغانستان از طریق مردم افغانستان صلح را به میان بیاره. لیکن از طریقی که ما همیشه صدا کردیم که با صلح می خواهیم لیکن جواب از اونها انفجار و انتحار بوده، صلح آمدنی نیست. آقای سعادتی زمانی که بارها درخواست رئیس جمهور صلح بوده پاسخ طالبان این گونه بوده، یعنی آخرین موردش هم در ولایت فرا، چه زمانی سرانجام نتیجه گیری میشه که رای را که در پیش گرفتن نتیجه نمیده؟ خب ببینین باید خلط مبحث نشه که وقتی بحث صلح مطرح میشه بحث هرگز این نیست که ما به صلح نیاز نداریم. بحث هرگز این نخواهد بود که تنها رای حل جنگ هست. افغانستان و هر کشور دیگه ای که در حال جنگ هست نخستین نیازش صلح هست. اما بحث ما این است که آیا راه را که ما میرویم ما را به صلح میرسد یا نه، میرساند یا نه. جواب من حداقل و شاید جواب خیلی های دیگه این باشد که این راه راه منتهی به صلح نیست. ببینین یک فکاهی جالب است، میگه که یک کسی میخواسته با کسی دیگه ازدواج کنه، بعد از 2 سال پرسیده شده ازش که کارا چقدر پیش رفته، کار ازدواج و خواستگاری، گفته 50% پیش رفته. گفته به چی معنا؟ گفته از این طرف هم من راضی استم، هم پدرم راضی است، هم مادرم راضی است، اما از اون طرف نه خودش راضی است، نه پدرش راضی است، نه مادرش راضی است. بحث صلح افغانستان که هر روزه شما میشنوین در رسانه ها که 50% پیش رفته از این نو 50% است. از این طرف هم که مطرح است رای که برای رسیدن به صلح است، البته در پیش گرفته شده که برای که چطور میتونن به صلح برسن اونچنانی که آقای مرستیال اشاره کردن اشتباه است. سوالی را که من مطرح کردم این بود که چه زمان بالاخره نتیجه گیری میشه که سیاستی که برای مذاکره در پیش گرفته شده سیاستی نیست که اینا را به جای برسانه، مخصوصا نتیجه مثبت. بله گپ اینجاست که
باید به این پرسش پاسخ بدیم که صلح چه زمانی اساساً بین دو طرف متخاصم به میان میآید. یک این که نخست اگر به این اشاره کنین که حرفای رئیس جمهور تا اینجای کار تاثیرگذار نبوده، چرا باز هم بر موقف قبلی خود تاکید میکنه؟ در این تقریبا شاید بسیاری ها به این باور باشه که امی سیاست کنونی افغانستان و سخنهای رئیس جمهور و استعمال این نوع ادبیات تا هنوز تاثیرگذار نبوده و برعکس تاثیر منفی هم داشته. در این بسیار بحث نیست، اما این که چرا با وجود از اینکه می فهمیم که تأثیر منفی داره و می فهمیم که این ادبیات ما را نمی رسانه به صلح، چرا از طرف دولت افغانستان پافشاری وجود داره؟ من فکر میکنم که این را باید دولت افغانستان پاسخ بگه. این دیدگاه ماست، اونا ممکن برای خود دلایل داشته باشه، ممکن فکر بکنن که می رسانن، اما هنوز توضیح نداده بر مردم افغانستان که چرا این سیاست پیش گرفته میشه. برای مثال شما میتونین تصور بکنین، فکر میکنین که چه استدلالی را حکومت افغانستان یا شخص رئیس جمهور داره که فکر میکنن آنچه را که مطرح میکنن یا موقفی را که دارن میتونن به نتیجه خوب برسانن؟ اما سرانجام شما میدونین که نتیجهش عملاتی که صورت میگیره از جانب طالب ها و دیگر اراس افغانان کشته شدن مردم است. یقیناً استدلال وجود نداره. مشکل در اینجاست که استدلال وجود نداره. اگر استدلال وجود می داشت، اگر بر مردم افغانستان واقعا دلیل گفته می شد و استدلال ارائه می شد پشت قضیه، واضح بود، واضح هست که مردم افغانستان قناعت می کرد و ما هم قناعت می کردیم و هر روز این سیاست دولت افغانستان را زیر سوال نمی بردیم. حالا تنها استدلالی که با کار برده می شه این است که ما صلح می خواهیم و یک ایده است که صلح نمیخواد. این استدلال نشد. کیست در افغانستان که صلح نمیخواد؟ کسانی هستند که تشنه‌تر هستند از دولت افغانستان، از رئیس جمهور افغانستان به صلح. اما ما وقتی نقد میکنیم بحث مصالحه و صلح را، ما نگران هستیم که واقعا ما به صلح نمیرسیم. معنی این گپ این است که شما یک کسی را توسط قطرچکان زهر بکشید. قطرچکان زهر با تعذیب و با مشکلات و به تدریج بکشید، اما اگر شما یک کسی را با یک پیشکاری زهر بکشید بسیار آسان تر است. با این سیاست نگرانی ما است که ممکن است سرانجام مردم افغانستان با قطرچکان زهر از بین بره و سرانجام دولت افغانستان روز به روز ضعیف‌تر شد. پس از وقفه کوتاه این بحث همچنان ادامه دارد. باز هم خوش آمدید آقای عظمی. هم آقای مرستیال هم آقای سعادتی اشاره کردن که موافق حرفای رئیس جمهور نیستن. شما موافق حرفای رئیس جمهور هستین در این مورد که میخوان با طالبان داخلی مذاکره کنن، با طالبان داخلی بجنگن، خارجی البته؟ ما میخوایم یک موضوع رو یادآوری کنم، بازم سر از این موضوع تاکید میکنم که افغانستان راه حل نظامی نداره. ما از اطراف هستم، از فرا هستم. ای تو فامیل را ما سراغ دارم که پدرش کشته شده طالب بود، برادر دیگیش کشته شده طالب بود، حال برادر چهارم میشه ساد است می جنگه. اگر با جنگ میشد خب باید دیگه قطع میشدی. بحث سری عزیز که اما این تلاش هایی هم که گفته میشه رئیس جمهور افغانستان انجام میته نتیجه خوبی را در پی نداشته. حمایت جامعه جهانی به کار است. بدون حمایت جامعه جهانی، بدون صداقت پاکستان هیچگاه به این وطن صلح آمده نمیده. حالا شما در حمایت جامعه جهانی شک دارین که حکومت افغانستان را حمایت نمیکنه؟ اگر جامعه جهانی واقعا کمک میکرد حکومت افغانستان، ما میگیم که درست است، قوت داشته باشیم صلح بیه. از متحد بزرگ افغانستان گرفته تا کوچکش افغانستان در راستای صلح حمایت میکنن و حرف شما را مطرح میکنن که جنگ افغانستان راه حل سیاسی داره، یعنی رای حلش گفتگو است. در آوردن صلح قوت هم ضرور است. امیال امی رفتن امروز ما به فرا، ما اردوی ما جامعه جانی تعهد کرده بود که قوای مسلح نیرومند به شما تجهیز و تسلیم میکنیم. نی تانگ داریم، نی توپ داریم، نی طیاره داریم. امروز ما با طیاره خارجی ها رفتیم. این نمونه ایش است. چیزایی را که میگن عملا باید نشان بدن. صداقت اگنی قوای مسلح ما بسیار حتی امین عزم نظامی را حرفای رئیس جمهور میتونه تحت تاثیر ببره.
اگر شما تصور کنین که نیروهای امنیتی افغانستان از تمام لحاظ مجهز میشن؟ دقیقا یک موضوعی که تاثیرگذار از سری آوردن صلح تقویت قوای مسلح ماست. وقتی میخوای با طرف مقابل صلح کنی، مذاکره کنی، باید قوت داشته باشی، و اگر قوت نداشته باشی طرف مقابل از خودت امتیاز میگیره، بهره برداری میکنه. باز هم موضوع افغانستان، مشکل افغانستان بحث سری عزیز تا جامعه جهانی صداقت خود نشان نده، ما به صلح رسیده نمیتونیم. یعنی شما میپذیرین که موقف رئیس جمهور افغانستان از نکته ضعف است؟ اگر دست بلند از لحاظ نظامی میداشت چون این حرفای را مطرح نمیکرد. رئیس جمهور افغانستان، هر کسی که رئیس جمهور باشه، چی عامر کرزی باشه، چی دیگه کس باشه، هیچ رئیس جمهوری نمیخواد که در کشورش تشنج باشه، در کشورش بحران باشه، جنگ باشه، مصیبت باشه. تلاش خود میکنه، اما تلاش را باید کنیم، زحمت را باید بکشیم که دستاوردم داشته باشیم. بدون شک به طول 11 سال اگر ما دستاوردم داشتیم، دستاوردهایی نیست که قابل قناعت برای مردم افغانستان باشه. حادثه اخیری که به فرا رخ داد، حادثه‌ای که به فاریاب رخ داد، اینا کلی تکان دهنده است. حالا باز هم میخوام یک پرسش نخواست خود را مطرح کنم که شما موافق حرف رئیس جمهور هستین که شما اشاره میکنین که دستاوردهای گذشته چندان نتیجه خوبی را در پی نداشتن. ما موافق با این سخن رئیس جمهور هستم که باید مذاکره با طالبایی که صلح میخواین طالبای افغانی صورت بگیره. با این سیاستی که در پیش گرفتن، با این راهکاری که در پیش گرفتن موافق هستین؟ بس سر عزیز، بازم من تاکید میکنم همه قسمی که در همه طالبات چند دستگی وجود داره، بعضی ها صلح میخواین، بعضی در خود دولت افغانستان افراد و اشخاصی هست که صلح نمیخواین. شما موافق حرف رئیس جمهور هستین. آقای سعادتی هم رد نکردن، گفتن که هم افغان ها در افغانستان صلح میخواین، اما رای را که حکومت افغانستان و رئیس جمهور در پیش گرفتن رای نیست که افغانستان را به صلح برسانه. اول همی خود شورای عالی صلح راجع به این موضوع درست است، به طول 11 سال هم کمبوتات بوده، هم نواقص، هم دستاوردها به خاطر آوردن صلح. یک تجدید نظر سر خود شورای عالی صلح صورت بگیره. در افغانستان تو افراد و اشخاص ما و شما در اطراف و اکناف داریم که هم مورد قبول برای حکومت افغانستان است، هم برای طالب است. به این شورای صلح بعض افراد و اشخاص تاثیرگذار است، اما کسایی است که فرمولیته و نمایشی هم است. پس با اینجا موافق هستین که سیاست مذاکره باید تغییر کنه از آنچه که حکومت در پیش گرفته و شورای عالی صلح در پیش گرفتن، از این چیز حاصل نمیشه؟ از جهات مثبتش استفاده کنیم، جهات‌های منفیش باید ترمیم کنیم و برسیم به صلح و کوشش کنیم، بازم کوشش کنیم که جامعه جهانی رو معتقد بسازیم که سر پاکستان فشار بیاره، تا که پاکستان منیسی یک همجوار، منیسی یک همسایه، او را ما معتقد نسازیم، یا با فشار جامعه بین المللی یا با مسائل دیپلماتیک و این مسائل صلح آمده نمیتونه. اما فعلا پاکستان هم باید این را درک کنه، به این آتشی که افغانها میسوزه، این آتش شعلهش با پاکستان به شرایط سرایت کرده. آقای مرستیال، چنانه که همیشه مطرح میشه در مورد حمایت طالبان، با آقای عظمی هم بیشتر اشاره کردن که اینها از طرف سازمان استخباراتی پاکستان حمایت میشن، زمانی که از اونجا حمایت را اینا دارن، چطور رئیس جمهور فکر میکنه که میتونن با طالبان داخلی مذاکره کنن یا صلح به نتیجه میرسه؟ ما میخوایم در مو گفته های قبلی هم تعدیلی بیایه که سوی تفاهم نشه. همه موافق است که صلح در افغانستان بیایه، اما چیزی را که حکومت افغانستان در پیش رو گرفته، این راه وسیله و طریقه صلح نیست. با مخالفین مصالح دولت افغانستان صلح تنها به گفتار و عذر زاری برای افغانستان آوردن نمیشه. صلح از خود استراتژی میخواید، صلح پلان میخواید، صلح و و و طریقی رسیدن به صلح ضرورت است، وسایل رسیدن به صلح ضرورت است، با کیها صلح و چطور. امروز ابعاد جنگ در افغانستان بیرون از افغانستان است. در اون رابطه حکومت افغانستان هیچ فکر نکرده که اول ابعاد جنگ باید اینا جستجو بکنن که چرا است، بعد از اینا به صلح متوسل شوند. مریض اگر به دکتر میره تا علت مریضی زور پیدا نشوه، اون رو تداوی کردن نمیتونه. حالا به می اشاره کنیم که اگر من بله سیاست رکینو در پیش گرفتن نتیجه نمیده، فکر میکنین کدام راه ها در پیش گرفته شه؟ آقای مرستیال، من فکر میکنم این راهی که از طریق شورای صلح
زندانیای طالب رها شوه و بعد از او هم معلوم نشه که به صفوف جنگ اینا پیوستن و یا که پس دوباره به زندانهای پاکستان رفتن. این راه نیست که شورای صلح بگه که ما یک دستاورد داریم. ما در 3 سال گذشته هیچ دستاورد نداریم. در 11 سال گذشته هیچ دستاورد برای آوردن صلح ما نداریم، غیر از اینکه امنیت زیادتر هم خراب شده. من باز هم تاکید میکنم که روی استراتژی صلح و تفاهم حکومت افغانستان تا امروز فکر نکرده. قبلا هم گفتم که دیدگاهی را که حزب شما داره بر از اینکه فکر میکنه که اگر این را در پیش گرفته شود نتیجه میته، این چی است؟ یعنی دیدگاه شما چیست؟ ما میایم به پرسش اولی شما که شما پرسیدین و بی جواب ماند. عوامل جنگ در بیرون از افغانستان است. کشورهای منطقه و علاقات مشخص استخباراتی آجنده‌های اقتصادی و سیاسی را در افغانستان دارند. حکومت افغانستان در رابطه به عمق قضیه امروز با حلقات مشخص و کشورهای منطقه‌ای که در جنگ افغانستان دخیل است هیچ بحث نکرده. ما فکر می‌کنیم که عوامل جنگ باید پیدا بکنیم. چرا طالب‌ها را این حلقات و کشورها می‌جنگانند؟ او علت پیدا شود و روی از این نقطه اشاره می‌کنین تا زمانی که از آن طرف مرزهای افغانستان حمایت شوند، این حرف رئیس جمهور هم که میخواد با طالبان داخلی مذاکره کنه سودی نداره. اما چرا از اون طرف مرزهای افغانستان اینا تقویه میشه؟ اونا اهداف دارن، اونا خواسته ها دارن، روی از اون خواسته ها و اهداف و اجندای از اونا باید صحبت شه. روی اینکه چه کاری در برابر کشورهای همسایه صورت بگیره برای از اینکه خب افغانستان به صلح برسه، بس دوم را همین گونه باز میکنیم. بسیار کوتاه اگر اشاره کنین که دیدگاه شما بر رای حل چی است؟ یعنی فکر میکنین که این رای را که رئیس جمهور میره نتیجه ای را به دست نمیاره، فکر میکنین کدام راه ها مسمر ثمر واقع میشه؟ ما فکر میکنم مفاهمه، تفاهم و مصالحه با طالب ها که یکی از لایه های بالایی عوامل جنگ هست نتیجه نمیده تا اینکه بلایه های پایانی و با عمق جنگ ما مراجعه نکنیم و عاملش را پیدا نکنیم. ما فکر میکنم گریهی که برای ناوردن صلح وجود داره و او باز باید شوه، او حلقات مشخص در منطقه و کشورها در منطقه است که با اونا در رابطه به قضایای جنگ و صلح افغانستان صحبت شوه، نه بر روبناها که اونا در افغانستان از طرف این حلقات جنگانه نمیشه. آقای سعادتی، در مورد مداخله کشورهای همسایه رئیس جمهور امروز هم گفتند که مداخله با مذرت جنگ و خونریزی در افغانستان در به خاطر عزیز که کشورهای همسایه افغانستان اینجا مداخله میکنند. این حرف همیشه مطرح میشه، چه از جانب رئیس جمهور و چه از جانب آگاهان سیاسی. سرانجام چرا کار برای جلوگیری از این مداخله صورت نمیگیره؟ این حرف هر حرف درست است، حرف واقعی است. ما آنچه که در افغانستان امروز داریم تحت نام طالبان در اینجا می جنگن، در واقع یک پشتوانه عظیمی بیرون از مرزهای افغانستان و حتی در سطح منطقه دارن و ارتباط میگیره. حتی به اشارات رئیس جمهور که میگه گویا تفکیک میکنن بین طالبان افغانستانی و طالبان پاکستانی، درست است که از لحاظ مکانی ما میتونیم تفکیک بکنیم، اما از لحاظ فکری بین طالبان افغانستانی و بین طالبان پاکستانی تفکیکی وجود ندارن. خودشان این تفکیک را قبول نداره. بنابراین این دخالت از کشورهای بیرونی، از کشورهای همسایه، یک دخالت درست است، واقعی است. اما اینکه چرا این دخالت قطع نمیشه و تا کجای ادامه پیدا میکنه، باز این یک بحث مهمی است که عوامل مختلفی داره. یکی از عوامل این است که دخالت کشورهای خارجی در یک کشور تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که ما ضعیف هستیم. تنها راه حل است که افغانستان اگر بخواهد دخالت کشورهای بیرونی را قطع بکنه، باید در اینجا قدرت ایجاد بکنه، در اینجا مشروعیت ایجاد بکنه، در اینجا به هر حال دولت شکل بگیره که دست خارجی ها را ما بتانیم کوتاه کنیم. یک نقطه. نقطه دومی که در این خصوص در رابطه با طالبا و القاعده وجود داره، مرخم که البته آقای اعظمی صاحب اشاره کرد، عوامل بین‌المللی هست. دولت افغانستان در عرصه دیپلماسی سیاسی بیرونی خودش متاسفانه چندان موفق عمل نکرده.
ما میتونستیم از 10 سال 11 سال فرصت گذشته به درستی استفاده کنیم. اما پرسش اساسی که مطرح میشه همین است، آقای سعادتی، زمانی که رئیس جمهور افغانستان میگن که مشکل افغانستان را در خارج از مرزهای افغانستان باید جستجو کرد، مخصوصا جنگ افغانستان را، به خاطر از اینکه افغانستان دیگر متاثر از این جنگ ها نباشه، این ضعف هایی را که داره چرا این ضعف ها را مشکلش حل نکرده؟ خب این با او بخش از صحبت های رئیس جمهور من موافق نیستم، به این دلیل که رئیس جمهور وقتی آن نوع ادبیات را مطرح میکنه منظورش این است که خارجی ها چرا در ولایات افغانستان هستند یا اساسا چرا در افغانستان می جنگن، خارجی ها باید برن در پاکستان بجنگن یا در آن طرف مرزها بجنگن. با این بخش موافق نیستیم، به خاطر موافق نیستیم که حالا پشتوانه های این جنگ ممکن است در بیرون از مرز افغانستان باشد، اما سربازان و پیاده نظام کسانی که در بیرون هستند در داخل افغانستان هست. آیا دولت افغانستان و متحدین بین المللیش می خواهد با همین پیاده نظامی که هر روز قربانی می گیرد، هر روز چالش ایجاد می کند، نصف کشور ما را ناامن ساخته، بیشتر از نصف کشور ما ناامن است، میخواهد با اینا مقابله بکنه یا نه؟ که با این بخش اگر جواب مثبت باشه باز نمیتوان گفت که خب در اینجا جنگ معنا ندارد، باید بره در آن گذشته از خارجی ها متحد بزرگ افغانستان آمریکا. شخص رئیس جمهور هم در گفتگوی که با یکی از رسانه‌های خارجی داشتن گفتن که هیچ برنامه‌ای برای نابودی طالبان تا حالا نریخته. خب من نمیخوایم، یک بحث تیوری توطئه است. تیوری توطئه به گونه مسائل را مطرح میکنه که گویا اگر در افغانستان جنگ ختم نمیشه یا طالبان شکست نمیخوره، گویا دستی در پشت پرده هست که نمیخواین طالبان شکست بخوره. و حتی حالا تماما اشاره میکنن که دست پاکستان است، مخصوصا نظامیان پاکستان. حالا رئیس جمهور افغانستان هم چنانه که شما اشاره کردین بارها بر متحدین خود گفته که جنگ را در افغانستان دنبال نکنن، باید لانه های رس افغانان را در آن طرف مرز افغانستان این رای حل نیست. گیرم دست پاکستان باشه. حالا فکر میکنین که این دیدگاه با وجود آمده، خب پیش از این هم حتما رئیس جمهور این را درک میکرد، بر جلوگیری ادامه خشونت در افغانستان و خونریزی که این برداشت رئیس جمهور است، چرا کار صورت نگرفت؟ خب عوامل مختلف وجود داره که کار صورت نگرفته. یکی از عوامل همیست که دولت افغانستان به عنوان یک به عنوان دولتی که مسئولیت اصلی تأمین امنیت و ثبات را به عهده داره، این دولت از دید ما نتانسته مسئولانه و متعهدانه در قبال مردم و در قبال ثبات مردم نقش بازی بکنه. و ما نمیتونیم تنها خارجی ها را ملامت بکنیم و مطرح بکنیم که گویا خارجی ها در اینجا مسئولیت خود درست انجام نداد. شاید خارجی ها مسئولیت خود درست انجام نداده باشه و گیرم که این جنگ از پاکستان آمده که میپذیریم که ریشه هایش در پاکستان است، اما این سوال را نمیتونیم رفع کنیم که آیا مسئولیت تأمین امنیت مردم افغانستان با عهده مردم افغانستان و دولت افغانستان مشکل بیشتر با کدام طرف یا ضعف بیشتر با کدام طرف به دولت افغانستان، بر ناتو یا دولت افغانستان؟ دولت افغانستان. اما شما میدونین که دولت افغانستان حتی گفت که ماموریت ناتو در افغانستان یا ادامش به هدف من همین مسئله رو میگم. شما ناتو خب اونا انتقاد میکنن که چرا برای لانای رس افغان توجه نمیکنن. اینجا یک تضاد است، این تضاد را باید ما مشخص کنیم، آیا ناتو دوست ماست یا دشمن ماست، آیا ناتو برای تامین ثبات آمده یا برای برهم زدن ثبات آمده. این نقطه مهم است که تا همین سوال را مقام از حکومت مطرح میکنه. بله. که اگر وقتی مقامات امنیت آمدن چرا بله. تو یعنی ریشه یابی نمیشن. وقتی خب مشکل باید از جایی که مسائل اونجا طالبان حمایت میشن باید حل شود. این مسائل تاثیر میگذاره سر روابط افغانستان و ناتو و نیروهای بین المللی. وقتی نیروهای بین المللی میآیه قربانی میده اینجا و میلیاردها دلار بیت المال خود میاره اینجا مصرف میکنه و بعد متهم میشه از طرف شریک داخلیش که اینا هستن که ثبات بر هم میزنن، متهم میشه که اینا هستن که با طالبان هم دست هستن، متهم میشن که جنگ اینا به هدف و غیر عقلانه است. اینجاست که این مسئولیت دولت افغانستان است که نمیتونه مدیریت بکنه. آقای عظمی شما چه فکر میکنین که از اون جایی که بیشتر حکومت مردم افغانستان آسیب دیدن و امروز رئیس جمهور هم انتقاد میکنه که خشونت
و خونریزی در افغانستان ناشی از مداخله همسایه افغانستان است. چرا تا حال کار برای جلوگیری صورت نگرفت؟ 30 سال جنگ و مصیبتی که در این 30 دهه بوده به افغانستان، دقیقا از هر افغان که پرسان کنین به هر عقیده سیاسی که باشه دخالت همسایه را نقش عمده میده. این کدام شک و شبه نیست. جامعه جهانی سیاست دوگانه را بازی میکنه، هم پاکستان از خود خوش میسازه، هم ما را از خود خوش میسازه. ببینین حملات اخیر راکتی که به کنر صورت گرفت، یا دیگر تحرکات نظامی که صورت گرفت، هیچ نوع عکس العمل نشان نداد، حتی به اطلاعی خود اظهار کرد. بنان سیاست دوگانه یکی از عوامل عمده اینی بدبختی ها و مصیبت ها به داخل اینجا کشور. شما بیشتر حکومت افغانستان را انتقاد میکنین یا ناتو را یا جامعه جهانی را؟ فکر میکنین که ضعف از حکومت افغانستان است یا از جامعه جهانی؟ هر دویش تقصیر داره. حکومت افغانستان آقای سعادتی به این بار هستند که ضعف بیشتر مربوط به حکومت افغانستان است. ضعف هم در حکومت است و هم در جامعه جهانی. من یک مثال برای شما دادم، همین تعهداتی که در اولین کنفرانس بن جامعه جهانی کرد برای شما معلوم است. حکومت داری خوب، تقویت قوای مسلح، از بین بردن فساد، کدامش عملی شد؟ من مثال یک مثال کوچک امروز برای شما دادم. برای ما امروز به تیاری نظامی آمریکایی که ما رفتیم به فراه، اگر قوای مسلح ما نیرومند می بود، از خود تیاره و امکانات می داشت، ضرور بود که ما بریم. اگر ما تدابیر مشخص نظامی ما مستحکم می بود، این قسم حملات صورت نمی گرفت. اگر رویه به می وضعیت باشه که ما تجهیز و تسلیح نباشیم، رای ما مشخص نباشه، هی عملی آخری فرا نی عملی آخری خود باشه و نی هم عملی اولی بوده. بنان حالا بیاین به ضعف‌هایی که حکومت افغانستان داشتن که نتونستن کار برای جلوگیری انجام بدن چی بوده؟ امی اعماری که صورت میگیره، عملی انتحاری که به فاریاب صورت گرفت، صدها نفر زخمی و شهید شد، به فرا صورت گرفت یا به دیگه ولایت صورت گرفت، اینا را سیستم مکافات و مجازات کجا مراعات شد؟ عاملین یزی را باید مشخص کنه که اینی قمندان یا اینی رئیس امنیت یا این قمندان اردوی ملی یا اینی والی مقصر است به محکمه سپرده شود. کاملا شما میدونید که طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتن. رئیس جمهور افغانستان فراخوان میتبر از طالبان که میخواین با اونا سال رب انجام بتن، مذاکره انجام بتن. حالا چطور شما فکر میکنین که عاملین میتونه که مجازات شد؟ صلح با کسایی شود که صلح میخواه. کسایی که اینطور دست به اینطور اعمال جنایتکارانه میزنه، اعمال واشه برای از یا خوبه جواب دنال شکن داده شد. توقع دارین که اگر ثابت شود که طالبان داخلی این کار را انجام داده با توجه به حرفای رئیس جمهور، اینا مجازات میشن؟ هر آن کسی که دست به این اعمال جنایتکارانه میزنه باید مجازات شود. اگر طالب داخلی باشه، اگر طالب بیرونی باشه و هر دیگه سازمان‌های استخباراتی باشه، باید به مقابل از او ما یک عکس العمل جدی و شدید رو نشان بدیم. و بازم تکرار و تاکید میکنم، از جناب رئیس جمهور ما میره تقاضا دارم به هر ولایتی که میرد این تو یک عملی که میشه، افراد و اشخاص نمایشی را باید گپای از او را گوش نکنن، واقعتا را بشنون. افراد و اشخاصی که مقصر از او را باید مجازات کنن تا که مکافات و مجازات مراعات نشه و این بدبختی‌ها و مصیبت‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. مردم افغانستان باید مطمئن شوند از قاطعیت و جدیت. آقای مرسیل، شما که بیشتر اشاره کردین که باید برای حل مشکل باید برای بعد خارجی پرداخت، از اونجایی که هراس افغانان حمایت میشن، شما هم در آغاز به این نکته پرداختین. حالا در این مورد آقای سعادتی فکر میکنن که مقصر اصلی ضعف حکومت افغانستان است، چون ضعف داشته، دستگاه دیپلماسی خوب کار نکرده، فساد وجود داره، حکومت داری خوب باعث شده که خب کاری انجام نتن. آقای عظمی اشاره میکنن که اینجا جامعه جهانی تعهداتی را که سپردن عملی نساختن و به می خاطر هم است که ما شاهد چنین وضعیتی هستیم. دیدگاه شما چیست؟ یک اصطلاح عامیانه است، میگن املا غلط، انشا غلط، همه سر تا پا غلط.
آنچه که سیاست خارجی افغانستان است، سیاست شورای صلح افغانستان است، سیاست حکومت افغانستان در رابطه به صلح است، در این چند سال هیچ نتیجه نداد. اگر شورای صلح یک ورق سیاست مدون شده و یک مکانیزمی را برای صلح داشته باشه، برای مردم افغانستان نشان بده که این راه و طریقه صلح در افغانستان است. بنابراین من باز هم تاکید میکنم که تمام مسئولیت ها به دوش دولت افغانستان و حکومت افغانستان است. ما برف بام خود به بام دیگران نندازیم. اگر در کنفرانس بن و ماموریت ناتو را بی هدف خواندن، اگر در کنفرانس بن، توکیو، لندن و کابل این توافقات صورت گرفته و گفته شده که ما با شما همکاری میکنیم، از طرف افغانستان از افغانستان تقاضا شده که حکومت داری خوب باید به میان بیاری، فساد باید از بین بره، کشت مواد مخدر باید از بین بره، لیکن در 3 سال گذشته افغانستان این کار نکرد، حکومت افغانستان این توان نداشت. ضعف در حکومت افغانستان به باور شما باعث شده که جامعه جهانی هم تعهدات خود را عملی نسازد؟ فساد، ضعف، بی‌کفایتی، بی‌عدالتی، قانون شکنی باعث ازی شده که امروز مردم عامه افغانستان از مخالفین مسئله پشتیبانی میکنند. چرا امی حوادث به میان آمد؟ سناتور صاحب گفتند که افراد و اشخاص مجازات شود. واقعا هم چرا کشف ما، اطلاعات ما و استخبارات ما به این اندازه ضعیف باشه که این مردم جای پیدا کنه و در مرکز ولایت و در محکمه اینا خود رسانده بتانن؟ بنابراین او کسایی که نتانستن که کشف اطلاعات قوی داشته باشن و باعث ازی شده، او مردم چرا مجازات نمیشه؟ در صورتی که یک راکتی که هیچ کس از او صدمه نمیبینه، به خاطر از او راکت یک وزیر مجبور به استعفا میشه، به خاطر ازی که یک امر به یک کمپانی، یک موین میته، او موین از وزارت داخله برکنار میشه. لیکن گی حادثه بزرگ در ولایت با وقوع پیوسته، نه قمندان، نه والی، نه راکین امنیتی، نه مسئولین استخبارات و کشف مجازات میشه. چرا؟ این باعث ازی شده که این حوادث زیاد میشه در افغانستان. خیلی سپاس از حضورتان در این بس و همچنان از شما بیندو عزیز. تا برنامه دیگر و فرصت دیگر، شب خوش، خدا نگهدار.